بینندگان عزیز، دوستان گرامی، سلام های گرم و پر از حرارت مرا بپذیرین. آرزو دارم که در هر گوشه و کنار دنیا هستین و صحت سلامت باشین، جور خوش آرام باشین. آرزو دارم هفته بسیار بسیار خوب را در آغوش فامیلایتان سپری کرده باشید. روزها، هفته ها و سالهای خوب خوشی در انتظارتان باشه. و با این امید آرزو پروگرام تلویزیون افغانستان، ما سجیه از لس آنجلس از شبکه جهانی آریان افغانستان خدمت شما تقدیم میکنم. بیننده عزیز، مثل همیشه یک شمار دعوت میکنم با یک کلپ از بنیاد خیریه نبیزاده. البته از رضا جان خواهش میکنم کلپ آماده بسازن که شما ببینید که به خاطر فقر، به خاطر غریبی، به خاطر نداشتن یک لقمنان، یک فامیل چی از پدر گرفته، مادر، اینا هر کدام گریه دارن، زاری دارن، ناله دارن که واقعا دل آدم تک تک میشه. در امی کلپ که ما شنیدم که فامیل دو طفل خود هم فروختن. اما تنهای عزیز، اگر شما علاقمندی داشته باشین که برای فامیل کمک کنین، اکانت بنیاد خیریه نبیزاده رو بروی خود از امی کلپ میبینین و یا میتونین که امرای ما به تماس شوین، از طریق کردیت کارت امرای از اینا کمک کنین. واقعا گریه کردن یک مرد به خاطر فقر، به خاطر نان نداشتن، یک مصیبت است که کار نداشته باشی، پول نداشته باشی، زن داشته باشی، اولاد داشته باشی. و در ما بین افغانستان هم که هر مردی که 5 اولاد 6 اولاد دارن، بیچاره نمیتونن که چی رقم جلوگیری کنن از آوردن اولاد. اشرف غنی یا این دولت دوسری که در دور برخود یک تعداد زیادی از مشاورین از سر تا سر دنیا با معاش گزاف خواسته، اما معاش های از امونا نیم معاش بر از این مردم فقیر بتن. یا در پارلمان افغانستان که من میبینم که پارلمان 24 ساعت هر روزی پارلمان بسته است و در این پارلمان بجز یک چند نفری که هر روز میرن، پارلمان امرای پارلمان خالی است و ای نام از ای اشخاص کثیف بیکاران نمیفهم چی بانم که اینا پول از بودیجه دولت افغانستان میگیرن. اما به اصطلاحی که در افغانستان میگم زهر و زخوم از اینا شوه که اینا پول میگیرن و در سر کار خود نیستن. امی پول از من یک چیز بسیار تعجب آور بر من است که کرزای و اشرف غنی اینا در امریکا زندگی کردن، اینا سیستم امی سیستم امریکا را در مقابل مردم غریب به بسیار خوبی میفهمن. مثلا ولفیر در امریکا، مثلا سوسیال در مابین اروپا، با این پولای که از مابین خارج در اون مملکت سرازیر شد، بجز از اینکه شما جلادای کثیفا جیبایتان پر کردین، عیش کردین، نوش کردین، سفر رفتین، پولا رو در جیبایتان زدین، در زیر بالشایتان گذاشتین، باید این سیستم رو میاردین. در مابین افغانستان سیستم ولفیر رو میاردین که برای فامیلای غریب، ما در امی امریکا برای فامیلایی که نادار هستن ولفیر اونا مقدر پول میته که همون کرای خانیش میشه، کرای خانیش و یک لقمنان بیانی بخور و نمیر اینا زندگی میکنه. همین کار اینا میتونستن با این پولایی که در مابین افغانستان رفت در مقابل مردم غریب و بیچاری افغانستان میکرد. شما ببینید که در مابین مملکت ما فقر بیداد میکنن، بیکاری بیداد میکنن، ای که در مابین مملکت ما امنیت نیست. ای دو نفری که در مابین افغانستان مردم افغانستان برزی خوب کری رفت و اینا رو یک رئیس جمهور ساخت و یکشام صدر اعظم ساخت و امو طرفدارایشان که 1 میلیون بود رای دادن، مردم افغانستان به شما رای ندادن، شما باید استیفا کنین به خاطر ازی که فقر و غریبی. در موبایل فیسبوک برای من وطنهای ما از موبایل افغانستان چیزی نشته میکنن، مثلا شاک میشم. همگی مردم افغانستان به جز اینمی شما چند نفر که هستین و طرفدارای دارن از شما، از این دولت عین غین وحدتی که نامش آله بسیار با معذرت که ملیام نیم ملی میگذارن، از شما نفرت دارن به خاطر از اینکه شما هیچ در می یک سال هیچ کاری بر مملکت نکردین به جز اینکه مردم فقیر شد، آواره شد، بدبخت شد، بیچاره شد. قندوز ببینین، امیال یکی از مهمانای ما زنگ زد که 900 نفر در مابین قندوز کشته شدن. نمیفهم که این گپ درست است یا نیست. به هر صورت از رضا جان خواهش میکنیم که این کلیپ رو بگذاره، برمیگردیم حضور شما هموطنان عزیز میباشیم. با ما باشیم. برای بدرش دو تا اولاد ما خوردم، دو تا سیاسر ما سعودا کردم، اینم تو گرفتم به یک خرچ کردم.
اما گیش طاقت دارم غریبیش گذرانش چه میتانم طاقت کرد اما بی پدری اولادایم طاقت کرد نمیتانم اولادایم دولیای کرایی میگردم خیلی است اگر هر کس هر منتی که میکنم میوردانم کالاشویی مردم میکنم میرم کالاشویی میکنم پس میرم نان میرم هر چیز میرم یک وقت میتانم یک وقت نمیتانم امی یک کالا مکتب معلوم مبر سواب دامه کرد بیادرم نداره چیزم میبینم دوازی هست بیادرم پدرم بسیار رنج هستیم دیگه مکتب میرم مکتب کتابچه ندارم قلم ندارم بیادرم ندارم یک بیادرم میرم اونجا کار یک روز میخوریم نان یک روز نمیخوریم میرم تو درنج هستیم پول نیست دارایی ندارم که سر خود خرج کنم دو تا تفلم بود سودا کردم دمی رد خود زدم چیزی اصول نکردم حال فعلا نمیر میرم روی جای خواست در تفلا میبینم یک رنگ در خودی میبینم دیگر رنگ دکتر رفتم فایده نکرد چیز رفتم فایده نکرد بخود شب و روز مجبوری اولادای مرا خورده در شوارم که میبینم از اولادای من تیر میشم شوارم که میبینم در ایال چره دستشم میبینم هر دقیقه رنج میبرم دستشم میبینم هر دقیقه رنج میبرم تکلیف قلبش بتر از بیخی هر دقیقه رنج میبرم هیچی گب زده نمیتونه گشته نمیتونه جای میره میغلطه در کوچه در هر جای میغلطه کسی از پولش بالا کرد میکنه نکرد اما تو میای خودش کش کرده سرش دور میخوره سرش رگایش کروله شده میالی دستاش مایی بست در کابل هم چرا خورده بود دستاش ما پنج کل کش نیست کار کرده نمیتونه چرایش بتر شده چرا سر قلبش رو گرفته نمیفهم قلبش غار است سه دور پاکستان رفته سه دور بر ثواب کسی رایی کرده بودم ده سال پیش یعنی دو سال پیش یک کرد دخترم سودا کردم گرفتم پیسیش را آن کردم که پدرش هم منالی بیکار است یا بیکار است کمک کده کسی نمیتونه اگر بیادر داریم قوم دارم برم کمک میکنن بسیار کمک کنن یک لقمه نان اولادم کدام وقتی کمک کنن اولی کرایی است کرای را پشتش میایم ساعت دیلمون هر کده زاری کده رایی می خاله جان ندارم آلی میتم خاله جان میتم گفته میخزه از یک اولی کشیدن مرا دیدین خانه بنیاد خیریه نبیزاده آباد که واقعا به صدها فامیله تحت پوشش کمکایشان گرفتن و همچون از امی قندوز یک تعداد زیاده که به طرف مزار رفتن در هفته گذشته هفته قبل از او کمکایشان به همتنهای که از قندوز فرار کردن و آواره شدن امی بنیاد امرشان کمک کرد میبخشین خب بیننده ازید در هفته که گذشت و با ما اعلان کرد که تا 2016 یا 2017 اساکر امریکایی در افغانستان باقی میمانه یا گپی اوباما که بسیار بر ما جالب است کمی همیشه میگه که با تروریست ها اجازه نمیتن که از خاک افغانستان به امریکا حمله کنن من مانای نمی گپ نفهمیدم بخاطر ازی که از افغانستان به خاک امریکا نه کس حمله کرده بود و نه کس حمله کرده میتونه عربا حمله کرده بودن میرفتن اونمو ممالکی که امو پسرایی که در امو تیارا چپا کردن امو دو بلدنگ میرفتن اونمو ممالک بمبارد میکردن اونمو ممالک هم میگرفتن تروریست ها رو در اونمو ممالک القایده و نمیفهم دایش ایناست چرا افغانای بیچاره را به منفعت منفعت های خود چرا این رقمی دروغ میگن ما واقعا بر ما بسیار زیاد جالب است که وقتی اوباما یه گفه میزنه یک چیزی است که وقتی امریکایی ها میگن ما این کار رو نمیکنیم باز نمیکنن اما ببینیم که اول گفت که تمام عساکرشان میبرای فقط 1000شان میمانه با حال تا 2016 نمیفهمم اینقدر 1000شان و بعد از او 5500 نفرش میمانه و سربازایشان هم در سه ولایت جلال آباد و بگرام و قندار میباشه و مصارف ازی 5500 تقریبا در حدود که تخمین کردن در سینین گفتن 14 میلیارد دلار میشه همین 14 میلیارد دلار چقدر میتونه به درد مردم غریب افغانستان بخوره
در مسئله حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک تعداد زیاد مردم که در امریکا هستن بسیار زیاد مخالف هستن که چرا باید عساکرشان در افغانستان باشه و چرا اینا کشته شوند. همچنان در افغانستان یک تعداد موافق هستن، یک تعداد که تعداد موافق هستن که به خاطر که به نفع هر کدام از امو اشخاصی که امروز سر قدرت هستن و سر خون مردم افغانستان تجارت دارن، اونا بسیار زیاد خوشحال شدن که ولی همی 5600 نفر باشه در مابین افغانستان که یک ملت 25-30 میلیونی را همیا اداره کنن، امنیتشان این امینا بگیرن. 350,000 عسکر دارین، چرا امنیتتان را گرفتن نمیدانین؟ چرا که یک 5600 امریکایی باید امنیت؟ ما بیننده عزیز، ما به یه عقیده هستم که به می 13 سال یا 12 سال که 150,000 عسکر امریکایی در افغانستان با امرای 42 مملکت که در گفتن از آذربایجان در افغانستان میرن، بچی از آذربایجان بره؟ اینا که در مابین افغانستان رفتن، در مابین افغانستان آوردن صلح را، آوردن ثبات، آوردن امنیت، تروریست ها را از بین بردن، نبردن. با کمال تاسف که اینا اینمی جنگ ها تا زمانی که اینمی امریکایی هستن، مخصوصا که دموکرات ها را به هر صورت ریپابلیکن ها که مرد طرز تفکر ریپابلیکن ها بسیار بده میاد که اینا دوست دارن که ممالک اسلامی را به اصطلاح به قبضه خود بگیرن و مستعمره خود بسازن به خاطر اهداف خود و اینمی جنگ ها را ادامه بدن، مسلمان سر مسلمان بکشن. و من نمی‌فهمم که مسلمان ها چه وقت هوشیار میشن و ما از اینکه جنگ در مابین افغانستان دوام پیدا میکنه، چرا که طالبای آدم خور در یک اعلامیه خود گفتن که تا خروج آخرین عسکر امریکایی ما در افغانستان جنگ میکنیم، یعنی تا آخرین خارج شدن یک عسکر امریکایی در مابین افغانستان جنگ است. چرا در مابین افغانستان باید جنگ باشه و چرا ملت افغانستان قدر قربانی بده و مردم افغانستان هر روز کشته شود در این جمله انتحاری، در این جمله انتحاری؟ من نمیفهم که این مسلمان ها رو چی بلا زده در سر تا سر دنیا. اینا چرا یک ذره عقل ندارن که بفهمن که اینمی سوپر پاور ها ازشان سوء استفاده میکنن؟ اینمی سوء استفاده است. خب اما به مقابل از اینا کس چیز کده نمیدانم، مگر من خودم شدیداً مخالف جنگ هستم، من خودم شدیداً مخالف بودن امریکا در مابین افغانستان هستم، برای اینکه اینمی بودن حضور امریکایی در افغانستان باعث جنگ است. اما یک ضرب مثال بسیار مشهور است که میگه با تو بودن نتوانم، بی تو بودن نتوانم، اگر باشنم همچنان، اگر نباشه طالبای آدم خور مثل قندوز گرفتن تمام افغانستان شاید باز تصرف کنن. بسیار برای ما امی که این فیصله را کرد اوباما برای ما بسیار زیاد من متاثر شدم، برای اینکه من نمیخوام که جنگ ها در افغانستان ادامه داشته باشه. خب بیننده عزیز، ما امروز میخوام که یک هنرمند بسیار جوان به شما معرفی کنم، نامش است لیلی جان. لیلی جان که در جشنواری که در از آقای بیات که در آلمان بود یک آهنگ بروی استیج آمد خواند به نام I will always love you، آهنگ از ویتنی هیوستن که یک آهنگ بسیار مشکل است و واقعا این دختر به حد و به اندازه شیرین است، نازنین است، بسیار با استعداد است. در آلمان البته تولد شده، در آل 16 ساله است. در لیلی جان نواسه هنرمندای بسیار سابقه داره افغانستان از آقای سرور و مزیده جان سرور و مامایشم ولی جان سرور و ای جان سرور است و یه آهنگ که به نام یک آهنگ بسیار بسیار زیبایی را که البته شادکام صاحب برش چی کده کمپوز کرده و یه آهنگ بسیار یک کلیپ مقبول درست کرده. من از بسیار آرزو داشتم که آهنگ I will always love you رو که به جشنواری آقای بیات خوانده بودم رو یک قسمت چه پیدا کنم بر شما بگذارم که شما ببینین که دختر به چی اندازه به انگلیسی زیبا میخونه. البته آوازخوانی را از سن 7 سالگی شروع کرده و به صورت مسلکی آوازخوانی را یاد میگیره. یک دختر بسیار بسیار با استعداد است، یک دختر قند، مقبول، نازنین. البته ما از اتاق کنترل خوانده خواهش میکنم که آهنگ آماده بسازید، گرچه که برنامه من برنامه آهنگی نیست، مگر این آهنگ بسیار آهنگ مقبول به نام پرنده ام که فیلم برداریشم جاوید جان کمره و اینا را از فرانکفورت برش درست کردن، بسیار یک آهنگ جالب است.
دوست دارم که جوانای افغان که به این سن سال هستن، نوجوان هستن یا تینیجر هستن و یک آهنگ مقبول میسازن، دوست دارم که به برنامه معرفیشان کنم. بیاین که بریم یه آهنگ ببینیم. ما بسیار موفقیت برای این دختر نازنین میخوایم، بر مادرش، برای تمام اعضای فامیلش. یک از یک فامیل بسیار هنرمند است. امروز خودش صحبت کردم، بسیار دختر ناز، بسیار دختر هوشیار. در چندین مسابقات آوازخوانی که در آلمان بوده نمره اول بوده، بسیار به انگلیسی بی اندازه مقبول میخوانه. یا آهنگش هم فکر میکنم بسیار خوش نمه، یک آهنگ سور آف مایهنیست. بین که بریم یا آهنگ ببینیم و ما برمیگردم با محتویات دیگه برنامه حضور شما میباشم. با ما باشید.
بله بیننده عزیز، بسیار لیلی جان قند زیبا خوانده بود، من فقط تا زیادتر برش میخوام. بیننده عزیز، من بسیار زیاد دوست دارم که فیلمای مستند و یا فیلمای داکیومنتری که ساخته میشه، از هر چیز که من میخوام که برم ببینم که چی گپ است. در این 3 ماه گذشته من منتظر 3 فیلمی که یکیش داکیومنتری است، که البته فیلم ملاله یوسف زی، اما دخترکی که در پاکستان توسط طالبای پاکستانی آدم خور جلاد قاتل سرش تیر اندازی کردن و نزدیک بود بکشنش، یکی فیلم، یکی هم فیلم دواک یعنی راه رفتن، که فیلم قصه اصلی زندگی یک پسر جوان فرانسوی را نشان میده، و همچنان فیلم برای استیو جابز که تمام دنیا را به یک دیکده کوچک تبدیل کرد، با یک آیفون توسط اپل در جیب هر کدام گذاشت. البته من فیلم دواکه که وقت دیدم اصلا بر من غیر قابل باور است که فیلم ها را، امی دو فیلم که من مقایسه کردم، مثلا فیلم استیو جابز هنوز ندیدیم، فیلم دواک را رفتن و فیلم ملاله را، این دو فیلم که من دیدم واقعا بسیار زیاد متاثر شدم. گفتم شما سعی کنین که کسایی که در غرب زندگی میکنن به اصطلاح مسلمان ها اینا کافر هستن و مسلمان ها اینا، دنیای از اینا چقدر فرق میکنن. مثلا فیلم ملاله یک دختره که مسلمانه که در دری سواد پاکستان پشاور زندگی میکنه، ای از امو خورترکی به فکر عزیز که چطور زنده بانه، چطور پدرش ترور نشه، چطور نمیفهم طالبا اینا رو نکشه و همچنان مکتبا رو بسته نکنه، دوست داره که مکتب بره. و فیلم قدم زدن فیلم است که یک پسر نامسلمانه به گفته امی مسلمان ها فرانسوی در سن 24 سالگی ای در مابین برش بال داده شده که پرواز میکنه با آسمان ها، که اصلا ای دو فیلم که من اردوی زیره که دیدم بسیار زیاد من متاثر شدم. امی اول یک اندازه میخوایم راجع به این فیلم ها، راجع به می دو فیلم بر شما بگویم که این پسر فرانسوی البته بروی تناب سیمی یک سیم از این طرف بلدنگ ورلد ترید سنتر به این طرف ورلد ترید سنتر ای قدم میزنه که یک چیز غیر قابل باور است. و در دنیای شرق، در دنیای مسلمان ها، شما مسلمان ها که یک اشاریه 7 بیلیون مسلمان در سر دنیاست، با بسیار تاسف ما مثل اسب گادی تربیه میشیم فقط برای روز قیامت، که در قیامت باید در دوزخ نفتیم که باید چادر بپوشید، که اگر چادر نپوشی یک آدم مسلمان نیستی، این نخو که حرام است، اینجا نرو که حرام است. اینمی تمام یک چیز بسیار واضح است. من از فامیل خودم میگم که پدر و مادر ما به اینمی ترتیب بودن که ما همیشه که مقابل پدر و مادر و مادر کلان و پدر کلان فقط اینمی صحبت چون بود که این کار کنین که دوزخ، این کار نکنین که دوزخ، 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 تمام زندگی دوزخ. این نبود که شما این کار کنین که با آسمان ها برسین، که یک چیز را اختراع کنین. یک سوال که چرا از ممالک مسلمانی نمیتونن که یک چیز را اختراع کنن به خاطر بشر، که یک خدمت بر بشر کرده باشن، فقط در این ممالک اسلامی کشتن از زدن است، کشتن است و بم انداختن است، مسلمان خود مسلمان هم میکشه. البته همی که ما اسب گادی وارد تولد میشیم، اول از خانواده شروع میشه، بعد از اینکه به اجتماع آمدیم، مکتب و ملا و مسجد اینا همه گیرد زیر تاثیر میارن، یعنی مغزا را به اصطلاح آنقدر کاواک میکنن که یگانه هدف زنده بودن ما مسلمان ها در این روی زمین فقط روز قیامت است. من قطعا راجع به روز قیامت فکر نمی کنم، برای که روز قیامت بالاخره میرسه، پیشری خداوند بالاخره استاد میشم. اگر خداوند فیصله کرد که من یک آدم بد هستم و به جهنم برم، و اون ساعت امو مسئلات که به حساب افغانی که میگیم، اما تا اون زمانی که من نمردیم، من هیچ وقت راجی به روز قیامت فکر نمی کنم. من راجی به این فکر می کنم که اینمی زندگی من به چی خوبی و آرامی، یک کار که بتانم به یک انسان کمک کنم، به تربیه اولادم، اینی مقصد اصلی زندگیم است. در سال 1974
یک جوان فرانسوی به نام راجع به فیلم واک را رفتن بر شما میگم. این بچه با چند نفر، این پسر با چند نفر از دوستاش در مابین فرانسه تصمیم میگیرن که بیایم به نیویورک و این پسر عاشق از ایست که امی به تاورا یک سیم وصل کنه و سرش را برای یکی از ارزوهای از این پسر است، چرا که سن 17 سالگی امی کارم میکنه، یعنی کرده بود. در سال 1980 بود که من در نیویورک در یک رستوران بودم و ای آدم که آمد، البته از سر بلدنگا تیر شده بود، ای که آمد همه که به دور برزی و امضای ازی رو میگرفتن. من از این ویترس پسان کردم که ای کدام هنر پیش است که به این اندازه مردم صف استاده که امروش گپ بزن یک پا. گفت که او دو تاور میبینی، تاورهای ورو ترید سنتر. من گفتم، گفت ای از اینی میبینی از این تاور به این تاور در سر یک سیم تیر شده. من گفتم نه، غیر قابل باور است. من رفتم، وقتی که یک ذره فرصت شد رفتم، من گفتم من این تی یک گپ شنیدم، امی چی ساز داشتی، یعنی چی ساز داری که می کار کردی؟ گفت که کاش، ای کاش که من میتونستم که در آسمانا یک سیم را یا یک تنام را وصل کنم و در آسمانا من قدم بزنم. امی سیم فولادی که 200 کیلو به طول 400 متر بود، این از یک طرف بلدنگ به طرف دیگه بلدنگ. رضا جان در این وقت که امو قسمت از او را صداش خاموش که بگذار که وقت من این فیلم دیدم، البته این فیلم سر قصه اصلی زمی آدم ساخته شده، مگر در امو لحظه حال یک آدم 66 ساله است، هنوزم در نیویورک مثل یک اینمیره. شما باور کنین که یک چیز عجیب و غریب اینمی کار ای بچه کده. اینمی گفتم که به مردمی که در غرب زندگی میکنن، تشکر رضا جان، مردم که در غرب زندگی میکنن، اینا از طفولیت درس میخوانن، از طفولیت در فکر این زمین که چی اختراع کنن، چی کاری کنن به این دنیا. مثلا نمی آوردن اینمی شما که امیال مرا در خانه هایتان میبینی، اینمی ری یک آدم یک مغز اینمی طرفا کرده، یا مثلا سلفون میبینین، یا کمپیوتر میبینین، یا یوتیوب میبینین، یا فیسبوک میبینین، اینمی نارا انسان ها که انسان های نامسلمان. اما مسلمان ها مثلا امی عربا را ببینین، عربای خرپول را ببینین که فقط در فکر زنک بازیستن با معذرت، در فکر با خدا شرابخوری و دختربازی و کسافتی که در بین اینمی عرباز در هیچ دنیا نیست. به این اساس من خواستم که این مسئله را بگویم. فیلم ملاله بسیار جالب است که رضا جان چی بود؟ مرا ملاله نامش نام ما گذاشتن، اما تو یک چیز بود They called me ملاله، He named me Malala. یعنی نام مر ملاله گذاشتن. ما فکر میکنم ملاله یک دخترکه که در مابین پاکستان طالبا مکتب میرفت، طالبا در بس بالا شد و این دختر را تیراندازی کردن کشتن، مگر قصهش به او ترتیب نیست. و این فیلم داکیومنتری را که شما ببینین، واقعا بسیار بسیار این دختر یک پاورفول دختر است. در سینما چون با یک رقم داکیومنتری ها امریکایی ها خدر عقیده ندارن که بیاین بازارها نفر برای ببینن، یک شش زن به شمول ما بود. وقت فیلم خلاص شد همه گی از شش زن کف زدن و یکی از خانما را امروش که صحبت کردم، امی میگفت او مای گاد چی یک پاورفول دختر دی سن خود است. اول بسیار جالب است که جنگ میوانده که افغانا و انگلیساس این نشان میتن که بر رقم کارتون عسکرای افغان باز عسکرای انگلیس، عسکرای افغان در حالت شکست هستن که میخواین پس فرار کنن. یک دختر نشان میتن که در سر یک کو یک لباس سرخ به جانش است و این دست خود بلند میکنه، باز به سر پرده سینما نشته میشه که کپا میوان که شهید نشوی باقی ماندهشم بازور ترجمه میکنن، اما ترجمهشم بسیار پاورفول چیزی که شعرش از او رقم نیست، یک ترجمه دیگه میکنن و پدر ملاله میگه که ما نام دختر خود به خاطر ملاله که در جنگ میواند یک صدا داشت و صدای ملاله باعث شد که افغانا پس بیاین با بریتانیا جنگ کنن و انگلیس ها رو شکست بدن. به این خاطر من فکر میکنم که در اینمی دختر ما که تولد شده، من فکر میکنم که دختر ما هم یک وایسی آدم خودش همی پدر زی یک
اکتیویست بسیار یک مدافع حقوق بشر در مابین پاکستان بود و ملاله در بی بی سی یک بلاگ داشت و ای به نام مستعار از دری سواد به خاطر دری سواد در پشاور کس به خاطر امی طالبای آدم خور جلاد آدم کش اینو اشتم میکرد به خاطر که کس مکتب شاگردار رفتن نمیتونست به خاطر از اینا نشتم میکرد. اینی دلیل شده که طالبای آدم خور پاکستانی خبر شدن که اینمی ملاله است. بعد از او در بس استاد میکنن و بالا میشن و میگن ملاله کیست، وقتی میگن فیرش میکنن. اما یک چیز بسیار جالبی است که این دختر صحبتاش، یعنی یک داکیومنتری است، حتما برین ببینین، بسیار خوشتان میاد چون به می وضعیت مملکت ما چقدر این داکیومنتری شباهت داره. این دختر چیز پیچای میده، من نمیفهمم این پیچاش. ملاله از سن 13 سالگی در پاکستان در مقابل 5-6 کمره های تلویزیون استاده و این دختر یک مدافع حقوق بشر از اون سن سال بود و یک فیلم بسیار زیاد جالب است. خونه شما خبر شدیم که جایزه نوبل صلح گرفت و همچنان در تایم مگزین ملاله بعد از باراک اوباما شخصیت دومین شخصیت در دنیا بود. اما بسیار من متاثر شدم که دیدم که در بین ما مسلمانایی که در ممالک اسلامی زندگی میکنن اینا چقدر به ترس زندگی میکنن، به وحشت زندگی میکنن که یک گروه نابکار، یک گروه سیاسی، یک گروه ضد اسلام، یک گروهی که بر اسلام خداوند خوی یک دین را آفریده به نام اسلام حقیقه خانه ایست، به این اندازه خانه ایست که یک گروه نابکار به نام طالب پیدا شد یا به نام داعش پیدا شد و به خاطر قدرت اینا مردم را بکشن. من این فیلم را دیدم، این فیلم را رکمند میکنم. من از اتاق کنترل خواهش میکنم که یک تریلر از این فیلم را، چرا در این فیلم خود ملاله است، پدرش است، برادرش است، مادرش است، اینا همگی، یعنی اکتر و اکترس نیست. بسیار یک فیلم جالب بود، یکقدر این فیلم بر من سر من تاثیر کرد. من میخوایم این فیلم یک بار دیگه ببینیم، بیاین که تریلر زیر ببینیم. ما برمیگردیم با شما باشیم. بابا ماشی درزا جان، از زمانی که طالبای آدم خور پاکستانی در دری سواد به وجود آمدن، از اون زمان که یک نوجوان بوده یا یک طفل بوده نوشته کرده میرفت و بعد از یک کتاب هم نوشته کرد به نام ملاله که البته همی فیلم هم از روی کتاب نوشته کردن. در همی فیلم میگه که سالهای قبل طالبای پاکستانی اعلان میکردن که با امرای لاد سپیکرها که نام یک آدم میگرفتن، مثلا باشین راجا بگویم کال یک نام افغانی نگویم که هموطنهای ما قار نشن، باز فرداش که میشد باز ما آدم گردن میزدن و ای بسیار زیاد اینا میترسیدن چرا که نام پدرش یک شب گرفته بودن و ای ترس و وحشت را که یادم خورا آوردن در مبین افغانستان، در پاکستان و در دیگه ممالک اسلامی بسیار زیاد واقعا ای به یک فاجعه تبدیل شده. بیننده عزیز، من میرم به سراغ تلفن های شما. امیال یک خواهر بسیار عزیز نازنین زنگ زدین، من بسیار زیاد معذرت میخوایم، بسیار زیاد میبخشین اگر میخواین باز زنگ بزنین، چرا که برنامه زنده است. در زمانی که من برنامه زنده است نمیتونم در وقت بر پروگرام تلفن شما رو بگیرم، اما در این وقت که کلیپ ملاله رو گذاشته بودیم شما زنگ زدین و گفتین که 100% در کدام تلویزیون اعلان کردن که گلبدین حکمتیار مرده. خویره یک دو سه هفته پیش در رسانه ها اعلان کردن که گلبدین حکمتیار مرده. دیگه ای که گلبدین حکمتیار هیچ کدام قیمتی هم نداره امروز، که اگر مردان باشه یا ملا عمر یا ربانی یا امی کسافت های جلاد های خونخوار های وطن فروش های کال میمرن به هیچ کدام ارزش ندارن، بجز از این که در تاریخ نام از اینا به یک به چی ترتیب نوشته میشه. شما خودتان میفهمین که تا که زمان زمان است در تاریخ نوشته میشه گلبدین چی یک جفایی در حق ملت افغانستان کرد، چقدر راکت در فرق مردم زد، چی ربانی، چی این سیاف و ای دوستم یایشان که زنده هستن، این نام به می ترتیب است.
امو خواهری که زنگ زده بودین مدرسه معذرت میخوایم یک لاین زنگ میزنیم ببینیم که اونا نباشن که چی معلومات داشتن در این مساله. بیرندی عزیز برگی خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. اوکی خب امین نفر که صدایتان مثل قاضی صاحب میسازین، ما فکر میکنم شما رو میشناسم، فکر میکنم دیگه زنگ نزنیم که باز میگم کی هستین. خب به هر صورت بیننده عزیز، من میخوایم یک اندازه راجع به آزادی بیان که در رسانه‌هایی که در افغانستان است خدمت شما یک چند البته نظر خود بگویم که آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان رسانه‌ها یکی از دستاوردهای امی 14 سال در مابین افغانستان است. در 14 سال گذشته یقینا یک چیز بسیار واضح است. ما در مورد تجاوز جنسی طالبا و دخترای لیلیا در قندوز، در از امو زمانی که امو روزی که طالبا قندوز را گرفتن، فرداش در تلویزیون یک و در تلویزیون یک و طلو گفتن که طالبا در این لیلیا رفتن و به دخترها تجاوز جنسی کردن. خب البته ما به نظر من یک رسانه باید خبر رسانی درست بگویه، اینی که افواهات باید بگویه، قصه‌های سر چوک باید بگویه، باید سند داشته باشه. ما البته در از امو روز گفتم که این تهمت را که کردن اول از خود اشرف غنی، دولت افغانستان، همگی یک تعداد هموطنای ما، یک تعداد از بینندای ما باز بر مسئله ایمیلار روان کردن که ما طرفداری طالبای آدم خوره کردیم. نه، ما طرفداری طالبای آدم خوره نمی کنم و راجع به طالبای آدم خور شما موقف مرا می فهمین، اما ما می خواستم که این موضوع رو بگویم که این مسئله تنها موضوع طالبا و بدنام کردن طالبا خونه ایست، این بدنام کردن چند دختر است که در مابین از لیلیه بر سر از اونا بهتان و تهمت شد که این دخترات و تجاوز جنسی سر شد. شما میفهمین که در مابین مملکت ما که به یک دختر تجاوز جنسی میشه، به عوض از اینکه تجاوزگر مردم چیز بگویه، همین دختر که تجاوز جنسی بر شده، ایره فامیلش، موی جامعه همگی از اون نفرت پیدا میکنن، میگن وی خاک در سر از دختر که بهش تجاوز جنسی شد، چرا به این دختر تجاوز جنسی شد. خب به هر صورت یکی ما البته ما فکر میکنم که امی کسایی که امی دخترای لیلیه را اولا خود تلویزیون طلو و یک وقتی میاین در صحبت میکنن یا گپ میزنن یا برنامه‌هایشان یا میزای مدورشان یا باید اعلامی مکمل طالبای آدم خور را باید بخوانن، بگوین که طالبای آدم خور چرا این دو رسانه را تهدید کرده، چرا این دو رسانه را میخواید بزنن، چرا این دو رسانه را میخواید تکه تکه کنه. میبخشید اینا خب باید بگوین، خب به خاطر تهدید کردن طالبای آدم خور خب نه منطق دارن اینا، نه استدلال دارن که بیاین بگوین که ما اگر ایواز از این طالبا، خدا مرا ایواز طالبا نسازن، اینا به یکی از این رسانه های بی‌طرف میرفتن یکشان صوتی صحبت میکردن، اینا خب جرات و این مردی رو ندارن که بیاین مقابل یک کمره استاد شوند. باید میگفتن که همون کسایی که سر ما تومت کردین که ما دخترای لیلیه را بهشان تجاوز جنسی کردیم، ما 50 نفر در اگر این گپ درست باشه ما 50 نفر خود سر میبریم، یا در غیر از او شما جوابگوی باشین. خب به عوض از او رسانه ها تومت و تومت بازی را شروع کردن. یکی از جوانایی که در قندوز از بیننده عزیز، شما به نمبر آفیس ما زنگ نزنین، به نمبری که 949 با اونم بر زنگ بزنین اگر میخواین که صحبت کنین در برنامه. به نظر ما بیرندای عزیز، شما امی کسایی که امی اثر اشرف غنی گرفته و دولت گرفته و نمیفهم امرالله صالح و این آن که سر امی دخترای لیلیه، اینا هم به نظر ما به عزت و ناموس خود تجاوز جنسی کردن، به خاطر از اینکه این دخترها خود یک دختر نیست که چادر به برویش و ایره کس نمیشنست، دخترهاییست که در لیلی است. یکی از پسر کاکای یکی از امی دخترها در فیسبوک بر من نوشته کرد که تمام دوست و آشنایشان، خیش و قامشان در مابین خانه میاین که والا مثل که یک نفر فوت کرده باشه، میاین به هم دردی که والا ما این توی خبر شنیدیم، word of mouth،
یک چیز است که آوازه که یک دفعه آوازه بفته در یک جای از تلویزیون ها که قدرتش زیادتر است میگه همگی میاین و این دختر لپ 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 گریه میکنه که به ما تجاوز جنسی نشده. یعنی شما چرا میکار میکنین که دخترها را به این اندازه بدنام ساختین به این اندازه؟ خب به هر صورت بیننده عزیز من به سراغ لینای شما میرم ببینیم که شما چی گفتنی دارین دیگه صحبت های ما خلاص شد. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. سجیه جان سلام علیکم. سلام سلام چی حال دارین برادر عزیز بفرمایین. سجیه جان پیشتر شما فرمودین که یک قسمان یعنی ما ناراحت شدیم از این حرفای شما که گفتید که طالبای کار نکرده و یا باید تلویزیون ها باید ایشی بیارن شواهد نشان بدن. نه در در ببخشید ببخشید باشه. نه 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 باشین با مردم افغانستان بگوین چی کار خوب واقعا کی کار نکرده. نه نه شما یعنی باز این یک کار یعنی مردم کثیف خوب کرده حتما این کار کرده 1000% این کار کرده. یعنی صفت کردن طالب یک گناه کلانه در این وقت در این حالت. اوکی بیننده عزیز شما باز هم فکر میکنم که متوجه صحبت های من هستین. شما موقف من رو میفهمین که من از این طالبای نابکار جنایتکار جلات وطن فروش خاک فروش نفرت دارم. اینا به سالها در حق ملت افغانستان بسیار زیاد جفا کردن. هر روز ملت افغانستان مردمش به خاک و خون کشاندن، در خانه ها گلیم غم انوار کردن. مملکت ما را امروز به یک جهنم، در اینجا یه جای شک نیست، مگر تمام فوکس ما سر یک چند نفر دخترای یک لیلی است. مثل که شما در هر جایی که زندگی میکنین مثلا بر شما بگه که در اینی مکتب به دخترها تجاوز جنسی شد، اینا شما به طرف از اون دختر سعی میکنین میگین همین دخترای بیچاره چرا بهش تجاوز جنسی شد. در مابین لیلیا به دخترای لیلیا تجاوز جنسی نشده با این اساس که چون اینمی آوازه و دروازه را اینمی تومت دولت افغانستان به خاطر انتقام جویی مندازن. باید موضوع رسانه باید آگاهی سالم و سالم باشه نه دروغگویی. من اینی هدف ما بود، هدف ما این نبود. الان شما اگر میخواین که زیادتر ادامه بدین خواهش میکنم. من میگم که سر دخترای لیلی قندوز باید تومت نمیکردن. اینی می هدف ما بود. شما میفهمین که من از طالبای که آدم خور هستن من از اینا بسیار زیاد نفرت دارم. در مابین مملکت ما اینا لی دخترها در کوچه و بازار که برای هر کدام انگشت به طرف از این دخترها میکنم میگه این دختر از این لیلیه که برای میگه این دخترها بهش تجاوز جنسی شده. با این دختر هیچ کس ازدواج با این دخترها نمیکنن. میگه برو بابا به این دخترها تجاوز جنسی شده توسط طالبا. هدف ما اینی مسئله بود. هدف ما طالبای آدم خور نیست. اعلامیه طالبا رو شما بخونین که اونا چی گفته. خب بیننده عزیز صحبتایتون خلاص شد؟ خطا کردین. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایین. یک چیز دیگرم خدمت شما عرض کنم که طالبای آدم خور شما که خبرنگارا را نطاق خبرنگارا کسی که در تلویزیون طلوع یک کار میکند هر کدام گفتیم که ما دشمنش هستیم، ما دشمنایشان هستیم، ما این رسانه ها را ما میزنیم. شما باید یک ذره خجالت بکشین. ما هم دروغ بهتانی که این رقم بهتانی که در تلویزیون ها به مقابل دخترای لیلیه شد این هم محکوم میکنم. همین تهدید طالبای آدم خوره من محکوم میکنم. بسیار زیاد ببخشید که من یک مسئله رو براتون بگویم که دولت افغانستان، دولت دوسری افغانستان، دولت ناقص افغانستان، اشرف غنی ناقص مغز نامتفکر ای مملکت افغانستان که امروز مملکت به کیاس تبدیل کرده. امروز مملکت ما مردم ما نه امنیت داره، نه کار داره، نه نان داره. بدبخت و بیچاره به خاطر ناکامی خود، به خاطر بیکفایتی خود، به خاطر ضعف و ناتوانی خود اینمی بانار میکنه. اینمی آوازه و دروازه است که میگن اینمی قندوزه که سقوط دادن. اینمی کار از طرف دولت شده به خاطر ازی که امریکایی ها در مابین افغانستان باشه. خب ببینید که سمت شمال نارام ساختن. صحبتای من رو به طرف چپ خواهش میکنم که نبرین. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایید. بله سلام علیکم سجی جان. سلام نعیم جان قنچی هل دارین خوب هستین بفرمایید. الحمدلله. همین گپ میخواستم بگویم که در آخر شما گفتین وقتی که به خدا گناه اونمون طالبان نیست رو هر جای میگیرن هر جای میخواین بگیرن. گفته شما همین مغز نامتفکر گندیده دوم جهان. باز امرالله صالح را که او وزیر سابق فاروق از فاروق وردک روان کرده
بازوها در پوسته میرن در پوسته پوستای از پولیس ها خوازوسو که طالب آمد چرا این جفایر نکردی ای امرولا ساله را بی بی ای فاروق وردک باید امو که اساکره که در والای سار برشان دو روز یا سه روز کمک نرسید طالبا وارا گرفت در داد کشتشان گریه میکنن در تلفون فامیلای از وارا میاورد که از خود دکتر عبدالله یه نکتایی پوش سفید میکپ بزن که میکپ میزنه خدا و از این مغز گندیده دوم جهان پرسان میکد که شما چرا کم حکومت هستین که خبر نبودین که در کندوز با خدا یا خبر بودن یا میخواستن یا تخنیک از یا بود که من فکر میکنم یا که تخنیکی نیستن که امریکایی ها را اوجه نگاه کنن در افغانستان و یا ای که امریکایی ها میخواین که در سرحدات اتحاد جماهیر شوروی این مردم بانن اینا همهش نوکر هستن با خدا اینا فقط به خاطر پول که به زنای خود طلا بخرن دیگه کار ندارن. تشکر زنده باشین. یقینا من امرتان موافق هستم. بیننده عزیز بری خط هستیم، خواهش میکنم بفرمایین. سجاد جان سلام، فقط میخواستم بگویم که همون شخصی که بعد از صحبتهای شما و تشریح دادن همون مسائل که در یه وقت گپ زد و به ضد صحبت شما یک چیزی گفت، یک آدم مال و خولیات از افای خبر نداره شاید و میخواهی ججمنت کنم. تشکر زنده باشین. نه من موقف مرم وطنهایی که در اینجا خود یکمک برین دارن میفهمن که من موقف ما به مقابل ای آدم خورا و جلادا و وطن فروشا و خواب فروشایی که مملکت ما رو تکه تکه کردن چی طالب چی در ما بین دولت که هستن یکدی اونا موقف ما رو میفهمن. مگر گپ من سر مسئله لیلیه بود، دخترای لیلیه بود که سر از اینا سر ازی دخترای بیچاره تومد شد که سر طالبات اومد چه سر از اینا تومد کردن بر از اینا دیگه شوهر پیدا نمیشه. بله بدنامش کردن مخصوصا آخر اون رنج میبرن در مملکت ما، مخصوصا در من بر از اینا خو که در خارج زندگی میکنن بر از اینا بسیار آسان است که گپ بزنن، مگر در اون مملکتی که اگر به یک دختر تجاوز جنسی شوه و هم در لیلیه و هم توسط یک رسانی مثل CNN اگر شما اگر در امریکا زندگی میکنین اگر هم چی یک خبر دروغه بیای به CNN بگوی CNN همو جای سو میکنن. باید همی دخترای لیلیه امروی همی پوانتون لیلیه همی تلویزیون طلوع و یک باید سو کنن، چرا که تلویزیون آریانای آقای بیات نفرش رفته بود در مابین قندوز و اونا گفتن که به هیچ دختر لیلیه تجاوز جنسی نشده. از طالبای آدم خورم بسیار نفرت دارم، این قطعا به طرفداری طالبان نیست. این من راجع به دخترها صحبت میکنم. یک دنیا تشکر از محبت کنم. بگر شما خداحافظ میربانی کردیم. بیننده عزیز برای خط هستیم، خواهش میکنم بفرمایید. سجاد جان سلام، عرض ادب خدمت شما. ما از تورنتوی کانادا مزاحم شدیم. سلام به شما، عرض ادب به شما. برنامه بالمحتوای کشورتان شما فرمودین که اسلام و مردم رو بیبی که اینا چقدر دکویه میکنه زن و مرد و ما چقدر عقب ماندیم. این بعد از حکومت امان الله خان شد که اینمه انگلیسا از طریق مذهب در لباس مردم در آمدن پادشاه عادل پس کردن اگدوز از کدامن آوردن بیاد تو سایه خدا سی به طریق اینمه حضرت ها آمدن. مگر ما به صورتمون بینندی عزیز ما تنها در مملکت در راجع به افغانستان نگفتم، ما به صورت عموم در مورد 1.7 میلیارد مسلمان گفتم، تنها منظور به افغانستان نبود. اما اطلاع حساب است که اینمی طریق مذهب درست نفهمیدن. اگر ما امیال به کانادایی بگویم این کتاب آسمانی ماست، من مکمل بدون غلطی میخونم اگر مانایش نمیفهم بسیار جالبه. خب هر حال این قسمت است. تشکر زنده باشین. حافظ سیب چه خوبی از گفت گفته جام مای و خون دل هر یک به کسی دادن در دایره قسمت از راه چنین باشد. تشکر. کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری این پرزنشین باشد. باید درمد میربانی کردیم. یک دنیا ممنون شما. تشکر از سیر بودتان. زنده باشین. میربان هستین. بیننده عزیز ما 5 دقیقه دیگه از تاک کنترل اشاره کرد رضا جان. 5 دقیقه دیگه وقت دارم. هر کدام شما خواهش میکنم 30 ثانیه 40 ثانیه صحبت کنین که وقت برای همگی برسه. لینا اشغال است. هموطنهای ما بس همیشه دوست دارن برای خط بیان نظر خدا بگوین. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سجاد جان. بله بفرمایین. تلفونتون قطع وصل میشه خواهر عزیز. حالا
تلفن تا نظر وایبر زنگ زدین، نظر جایی که زنگ زدین تلفن تا متاسفانه صداتون شنیده نمیشه. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. بله سلام. سلام علیکم بیننده عزیز، از کجا صحبت میکنید؟ من از جرمنی گام میزنم، اما نفر اولی که ما با صحبت کرد آقای خلاج برادر سکاو صدیره سنین عمر بود. خدا بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. جان سلام علیکم. سلام بیننده عزیز، برادر گل از کجا صحبت میکنین؟ خدا معرفی کنید. من از ویرجینیا صحبت میکنم. من همیت پروگرام میتونم دیدم بعد در قسمت مسئله پندوز یک زدبند دولتی من جمله دست امریکا بوده و این یک مسئله است که به خاطر از این که امریکا را بتانم در اونجا نگاه داشته باشد امکان داره یک زدبند بوده. امروز صبح شنیدم که در شنران همونطور یک حمله شده و این کلش یک زده بند خود دولت افغانستان و به این اواخر شما شنیدین که روسیه هم میخواهد که داخل افغانستان به یک نوی داخل افغانستان شود. بله، دو سوپر پاور مملکت ما بیچاره را سندویچ کردن، راست میگین؟ بله، میخواهد اینا را در این موقع امریکا یک قسم وارخطا شد که اگر روس داخل افغانستان شود خب اما هدف که امریکا داره به هدف خود نمیاد. فلحاظا اینا با دولت افغانستان یک زده بند میکردن و اینا تو یک مسئله که سر ولایت افغانستان طالبا عمله میکنن و اینا وادار شوند که در افغانستان بمانند برای یک مدت تا نتانه روز داخل افغانستان. تشکر بیننده، تشکر، مهربانی کردین، لطف کردین، یقیناً که روز خوش بر شما هم مقبولتانه زیب زنده همش مردم میبینه و زنده از ما پشتیبانی میکنه. زنده باشین، مهربان هستین. عدس و گمان ها خواهد دیگه ببینیم که چقدر از این عدس زدن ها درست هست، شاید هم درست باشه 50-50 هست دیگه. دو بیننده دیگه رو برای خط میارم، 30 ثانیه وقت دارین که وقت ما خلاص شد. بیننده عزیز برای خط هستیم، بیننده عزیز برای خط هستیم، خواهش میکنم بفرمایید. سلام علیکم. سلام بیننده عزیز، خوب هستیم؟ که بیشتری ساینس و اسلام کل پرابلمای دل میشن، کل چیزای گپای ما خود هست، کل زالویش. اول نانت بیننده عزیز خلاص کن، نانت که خوردی، غذایت که خوردی باز زنگ بزن. بیننده عزیز برای خط هستیم، آن نفر آخر هستیم. بله سلام علیکم سجی جان. سلام برادر عزیز، از کجا زنگ میزنین؟ خواهش میکنم خدا من از شما را از آلمان زامت میتونم چون وقتم کم هستم تو خلاص براتون میگم. بله خوار عزیز که یک فیلم از بنام رازای نهفته اسلام. بله اگر شما به یک فیلم دکومنتری اگر مورو سعی کنین که مسلمان ها چقدر اختراعات کده، ما بر شما شرط میزنم که تمام یکی از اختراعات شما بر ما بگوین چون فیلم دیدین یکی دو تا شما ما بر تان روان میکنم. نه نه شما فیلم نه 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 برادر عزیز نه 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 برادر خواهش میکنم، آل ما خود دیگه یک قدر بیعقل خونه هستیم که شما بر